بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت بعدی ارائه نفع در خدمت شما هستیم. در این ارائه قصد داریم که بیایم اون روش طبقه بندی کردن پرتوهای مختلف رو با هم دیگه یه مروری بکنیم، چرا که خب پرتوهایی که در مسیرهای نسبتا مشابهی به هم دارن منتشر میشن، ویژگی‌های مشابهی نسبت به هم دیگه دارن و از این تشابه میان استفاده میکنن برای مطالعات پدیده‌های مختلف. یکی از این مهمترین تشابهات چیه؟ امپلیتیود هایی که دارن و زمان های انتشاری که دارن. دقیقا یعنی سیگنال که ما داریم دریافت میکنیم از طریق تیک نگاری صوتی، هر قلهش مربوط میشه به یک پرتوهایی که یک سری ویژگی های مشابهی دارن. توی کد نویسی این ویژگی های مشابه رو ما میخواییم، یعنی ویژگی هایی که دارن از به چه صورتی میخواییم طبقه بندی بکنیم. توی ارائه قبلی دیدیم که میومدن میگفتن پرتوهایی که اومدن به سطح برخورد کردن، یا مثلا میگن که دوتا برخورد با سطح دارن و بعد از اون میان حالا یه بار به بستر برخورد میکنن و حالتهای مختلف، یعنی اندرکنش با مرزهای مسئله توی آبهای کم عمق باعث میشه که ما پرتوها با ویژگیهای مشابه مختلفی داشته باشیم. برای همین کاری که میکنیم چیه؟ میایم یک متغیر بی آی تعریف میکنیم. خب این متغیر بی آی میاد برای ما چیکار میکنه؟ میاد تعداد برخورد هایی که، یعنی بازتابی که ما از بستر آب داریم رو میشماره. یه پرتاب یه مقدار اس آی تعریف میکنیم که میاد همین بازتاب هایی که از سطح آب داریم رو اندفعه میشماره. و در اچ آی هم میایم چیکار میکنیم؟ تعداد برخورد هایی که با مرزها داریم رو قرار میدیم. اتفاقی که میفته چیه؟ ما میایم توی شرایط مرزی مدلی که از قبل تهیه کرده بودیم یک ماتریس ری هیستوری ایجاد میکنیم که هر بار که برخورد داره انجام میشه، خب بیاد تعداد برخوردها رو یک بار و تعداد برخوردها با مرزها بیاد مقدارش یک بار زیاد بکنه، و اگر برخورد ما به بستر بودش بیاد توی ماتریس ما مقدار یک رو جایگذاری بکنه. همین حالت اگر برخورد ما با سطح آب بود بیاد توی ماتریس ما عدد 0 رو در نظر بگیره. حالا ممکنه که اصلا یک سری پرتوهایی داشته باشیم که نه به بستر برخورد بکنن نه به سطح آب. خب در این حالت مقدار اس آی و بی آی ما 0ه و توی این حالت ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم اندفعه میگیم که توی ماتریسی که داریم از منفی 1 استفاده بکن، و حالا خب اون آیدی، یعنی اون زاویه، اون جی که اینجا داریم میبینین، برای هر زاویه انتشار ما یک شمارنده داریم و میایم این شمارنده شو توی آیدی آر میفرستیم که آیدی آر در واقع آیدی همون رفرکتد ری ها هستن، میفرستیم توی این که بعداً اگر خواستیم نمایش بدیم این پرتوهایی که فقط به طور خالص دچار رفرکشن شدن رو ببینیم، از این آی دی آر استفاده میکنیم. این موضوع رو جلوتر توی نتایج میبینیم. بقیه مطالب کاملا مشابه قبلیه و خب ما اینجا میایم یک بازی تعریف میکنیم تا بیاد ببینه که پرتوهایی که رهگیری کردیم ایگن ری هست یا نیستش. در اینجا فقط یک ترمی رو من اضافه کردم. این دفعه میایم چیکار میکنیم؟ دوباره میایم میگیم که به تعداد ایگن ری هایی که داریم، یعنی اگر یک بار ایگن ری جدید پیدا کرد، خب اون n نمایش دهنده تعداد ایگن ری های، بعد یک مقدارش یک عدد زیاد بشه و شمارنده اون زاویه ای که باعث میشه ما ایگن ری داشته باشیم و توی آیدی x میریزیم. این آیدی x در واقع میاد چیکار میکنه؟ شمارنده اون زاویه ما که به ما ایگن ری میده. بعدا اینم توی نتایج ما استفاده میشه که الان جلوتر میبینیم. مثل همین کد، این کدی که اینجا داریم میبینیم، میگیم تتا صفر آیدی ایکس. دیگه نمیایم یک ماتریس درست بکنیم که بگیم که خب زاویه اولیه انتشار ما اینا بودن، بریز توی یک ماتریس دیگه. ما فقط میایم شمارنده ها رو در میاریم، استخراج میکنیم که با استفاده از همون شمارنده ها بتونیم نتیجه‌مون رو ببینیم، و کلن تا انتها قصد داریم شمارنده های مختلفی برای حالت های مختلف ایجاد بکنیم. اینجا ری هیستوری رو داریم میبینیم. خب ما ری هیستوری اصلی که داریم
توش یک عالمه پرتوهای مختلف قرار دارن، ولی ما قصد داریم که فقط اون ری هیستوری پرتوهای ویژه رو مطالعه بکنیم و اینجا میبینیم ری هیستوری پرتوهای ویژه مختلف و به راحتی قابل مشاهده هستن. میبینیم که زاویه انتشاری که داریم، خب اینو من بزرگش بکنم، میبینیم که زاویه 5.1 که داره پرتوی رو نشون میده که یک بار خورده به بستر ما، یک انعکاس از سطح آب داشته، یک بار دیگه خورده به بستر و یک بار دیگه خورده به سطح و رسیده به گیرنده ما. و پرتوهایی که کلن به سطح آب داشتن برخورد میکردن هم در اینجا میبینیم که براشون کلن صفر در نظر گرفته شده و زاویه های اول انتشار هم به راحتی میتونیم اینجا مشاهده بکنیم. آراهیس که اینجا دارین نگاه میکنین بیشترین تعداد برخوردها با مرزها، یعنی برای پرتوهای مختلف ممکنه یک پرتو 3 تا برخورد بکنه با یه مرز، یه پرتو 2 تا برخورد بکنه. خب این ری هیستوری ما برای همین درایاش افزایش پیدا میکنن هرچی تعداد برخوردها بیشتر باشه. توی قسمت بعدی چیکار کردیم؟ اومدیم یک فیلتری تعریف میکنیم. اینجا میایم زاویه رسیدن ها، یعنی زمان های رسیدن رو مرتب سازی میکنیم ماتریسش رو که بعدا بتونیم از نتایجش به خوبی استفاده بکنیم. آره این هیسو اینجا به دست میاره، آره هیسو یعنی تعداد برخورد هایی که توضیح دادم، و حالا اینجا باید بیاییم فیلترهای مناسب رو طراحی بکنیم. فیلترهای مناسب از چه لحاظ؟ اگر بخوایم پرتوهایی که فقط به سطح آب برخورد کردن رو بررسی بکنیم، میگیم توی این آیدی ایکس، یعنی به تعداد اون پرتوهای ویژمون یا یک شمارنده داریم دیگه که این همون لنس آیدی ایکس ماه، بیاد اون ری هیستوری رو بررسی بکنه، هر ستونش رو بررسی بکنه، بره جلو دونه دونه، و اگه یک ستون کاملا مساوی صفر شدش، بگه که خب این پرتوی ما پرتوی که فقط با سطح آب برخورد داشته، و بیا اون عدد شمارندش رو دوباره ذخیره بکنه و توی نمایش نتایج دوباره ما میایم از این عددهای شمارنده جدید استفاده میکنیم به راحتی، که در اینجا شما هم میتونیم ببینید برای زاویه 2/10، 1/10، منفی 2/10 ما همچین حالتی رو داشتیم که کلا پرتوهای ما به سطح آب برخورد کرده بودن و زمانهای انتشارشون هم تقریبا میبینین که با همدیگه مشابه هستن و توی مدل سازی هم در واقع دقیقا همینطوره. میبینیم که حول صفر ما زاویه 2/10 منفی 2/10 و صفر رو داریم و همین پرتوهایی هستن که فقط به سطح آب برخورد کردن و رفتن جلو. بعدا اینا رو به راحتی میتونیم حتی با استفاده از شمارنده‌ای که دارن بیایم نتایجش هم آرش هم رسم بکنیم، یعنی مسیر پرتو هم جدا رسم بکنیم اگر بخوایم. یک مثال دیگه هم دوباره من زدم برای پرتویی که یک بار به بستر برخورد کرده، یک بار به سطح، یک بار به بستر. فیلتر ما کاملا مشابه حالت قبلیه، فقط عدداش رو اینجا تغییر میدیم، 1 0 1، و حالا بقیهش هم صفر میذاریم. این موضوع فقط یک ایرادی داره که میاد، چون ممکنه که اینجا مثلا این پرتوی زردی که شما دارین نگاه میکنین یک اینتراکشن، مقدار اینتراکشناش 3 تاه، در حالی که پرتوی قرمز مقدار اینتراکشناش 4 تاه. خب وقتی که اینتراکشناش 4 تا میشه توی ری هیستوری برای اون 3 تایی یک صفر اضافه میاد اعمال میکنه. خب ما اینجا وقتی فیلتر رو اعمال میکنیم در واقع میاد این دوتا رو برای همین توی یک گروه در نظر میگیره. میشه یک کار دیگه هم کردش که اونم اینه که خب بیاد تعداد اینتراکشن هایی که برای اون حالت داریم هم در نظر بگیره. حالا من این کار رو توی محاسبات نکردم، ولی به راحتی میشه یه HIJ اضافه کرد که همون اینتراکشن های ماه. توی همین حلقه ها دیدین که هم مقدارش داره زیاد میشه. من اینجا کاری که کردم اچو کلن کار کردم تو هر لوپ مخصوص به پرتوی خودش باشه، نتیجهش هم تو هر لوپ تغییر میکنه، برای هر پرتو متفاوته میشه، ولی اینو ذخیره کرد. یعنی اینجا مگه ما یه J اینجا اضافه بکنیم، بگیم برای شمارنده J یعنی زاویه J جدید ما بیاد این کارو بکنه، میشه نتایج رو کاملا
جدا کرد از هم دیگه و این دوتا پرتارم اثرش رو لحاظ کرد که حالا من این کار رو فعلا انجام ندادم. خروجی نتایجم کاملا درسته، مشابه همه میبینیم که برای زاویه 51 و 4 و 9 ما همچین حالتی رو داریم که یک بار خورده به بستر، صد، بستر، صد. حالا یک کدوم از اینا اینجا خطایه، چون بعد از این خورده به گیرنده ما و این صفر اضافه رو جایگذاری کرده. جلوتر اومدیم زمانهای انتشارشون رو در آوردیم، به راحتی دیدیم که به چه حالتی در اومدش. این بود از نحوه طبقه بندی کردن پرتوهای مختلف که ما بیایم یک ماتریس ایجاد بکنیم به عنوان ری هیستوری و تاریخچه پرتوها رو بیایم تو اون لحاظ بکنیم. این کار خیلی کمک بزرگی میکنه و کار تحلیل نتایج رو خیلی راحت تر میکنه اگر بتونیم کدمون رو به صورت مناسب بهینه بکنیم تا نتایج رو طبقه بندی بکنه واسه ما. و بعدا خب میشه حتی توی این ماتریسی که داریم برای ری هیستوری بیایم هر ستون رو جمع بزنیم، تعداد یکاش رو ببینیم که خب فراوانی ما چقدره، تعداد برخورده ما به بستر چقدره و میتونیم تشخیص بدیم که خب امپلیتیوت این پرتوی ما مسلما نسبت به حالتهای دیگه خیلی کمتره و تشخیص بدیم که اگر در یک جایی ما زمان دریافت اولمون پیکش کم پایین تر بودش از زمان دوم دریافتمون، میتونیم بفهمیم که به خاطر تعداد برخوردهای بیشتر با مرزها بوده. و بدون اینکه بیایم فشار رو محاسبه بکنیم با استفاده از یک فیلتر مناسب میتونیم همچین ویژگیهایی رو به راحتی استخراج بکنیم وقتی که ری هیستوری رو داریم. انشالله اگر فرصتی بشه من در ارائه بعدی میام نتایج مدل سازی انتشار امواج صوتی توی سد امیرکبیرم برای شما دوستان نمایش میدم. ممنون که با من همراه هستید.